دوستان سلام امیدوارم که حالتون عالی باشه تو ویدیوی امروز میخوایم یکی از مهمترین بازی‌های دور 11 مسابقات تاتا استیل تا رو با هم دیگه ببینیم اگر مهمترین بازی نباشه بازی گوکش در مقابل علیرضا فیروزجا و گوکش بازیکن خیلی خفنیه هم فیروزجا هم گوکش رو کاندیداتوری قرار بازی کنن گوکش و پراگناندا اهل کشور هندن و دو بازیکن واقعا فوق‌العاده و آینده دارن قطعا قرار جزو تاپ 5 بشن این بازیکن‌ها شاید تاپ تیری واقعا بازیکن‌های خفنیه پراگناناندو خیلی با ثبات خوب بازی میکنه و گوکش هم به نظر من اتش برد خیلی بالایی داره نسبت به پراگناناندو برای همین بازی بیشتری رو میبره ممکنه بازی رو هم ببازه ولی گوکش همین الان جزو لیدرهای مسابقه تاتا استیل فیروجا امتیازش نزدیک به گوکشه و داره سعی میکنه به گوکش برسه برای همین برد تو این بازی میتونه به فیروجا کمک بزرگی کنه بریم سراغ بازی ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. بازی با حرکت D4 شروع شده. اسفف6، g 3 جی6، C4، فیل GF، اسفف3، D5. سفید این پیاده رو قطعا میزنه چون سیاه نمیتونه با پیاده پس بگیره و مجبور با اسف پس بگیره. دفاعی که فیروشا داره بازی میکنه دفاع گرونفیلد اسمش E4 که مرکز خوبی به سفید میده. ولی بلافاصله به این مرکز حمله میکنه با حرکت C5. فیل میاد خونه ایسه فیلم میره خونه جی چار اسب آچمز میشه برای همین فشار داره بازم افزایش پیدا میکنه روی مرکز سفید رخ میاد خونه سی یک کوچیک فیل ای دو و وزیر ای پنج توسط علیرضا بازی شده با دو تا تهدید پیاده ای سیسه آچمزه تو این وضعیت و سیان ممکنه پیاده دیچار رو بزنه و سفید نمیتونه با پیاده پس بگیره از این طرف پیاده ای دو زیر ضربه برای همین گوکش تصمیم گرفته حرکت بسیار منطقیه وزیر به خونه دی دو رو بازی کنه تا هر دو تا تهدید رو یه جورای جواب بده حالا ایرزا ایشیش بازی میکنه که به نظر میاد ایرزا به خوبی تو تدارکاتش و ایرزا اصلا فکر نمیکنه تقریبا ولی گوکش داره فکر میکنه روی حرکاتش اچ سه سفید بازی میکنه فیل خونه ای نداره با بزنه و حالا آخرین گسترش میده گوگش تصمیم میگیره پیادهش رو به جلو برونه پیادهش از مرز عبور کرده یه میشه گفت حتی پیاده رونده است ولی ایرزا پیاده رو میزنه و حرکت خوب اسب به خونه ای 5 بازی میکنه هم ممکنه بخواد فیل اف سرا بزنه و پیاده رو خراب کنه هم از این طرف ممکنه بیاد خونه این سی چار و وزیر و فیلو چنگال کنه یعنی انتخاب ایرزاست که کدوم فیل رو بزنه ولی خب گوکش حواسش بوده و میاد حرکت خوب فیل ای بازی میکنه و بازم دوتا تهدید رو جواب میده حالا نوبت علیرضاست بهترین حرکت رو بازی میکنه پیاده به خونه سیچار یه حرکت خیلی خوب حالا پیاده دی پنجه جورایی تک میفته و سیاه میتونه به این پیاده فشار بیاره ادامه بازی رو ببینیم حرکت خیلی خوب F4 بازی شده که از مجبور بره تو خونه دی هفت خونه دیگه نداره خونه دی سم خب خیلی جالب نیست سفید میتونه اسب و بزنه ولی اسب دی هفت حرکت بهتریه قله کوچیک و حالا اسب شروع میکنه به این پیاده فشار آوردن رخ یک بازی میشه رخ دی فیلفس پیاده به خوبی دفاع داره ولی حالا ایرزا شروع میکنه به دوبل کردن رخاش. اینجا گوکش باید حواسش رو جمع کنه نمیتونه هر حرکتی رو بازی کنه به خاطر اینکه ایرزا دوبل میکنه به پیاده فشار میاره و ممکن این پیاده رو بزنه حرکت خوب F5 رو پیدا میکنه تا این ایده فیل G5 هم توی بازی به وجود بیاد ایرزا حرکت رخ دی رو بازی میکنه ولی حالا فیل G5 حرکت خیلی خوب که رخ میره زیر زب سیا مجبور میشه F6 کنه حالا شاهش کمی ضعیف میشه فیل چار ایرزا یه پیاده جلو میافته ولی وضعیت کاملا مساویه سیا یه پیاده جلو ولی بعد از وزیر ای یک سفید بازی فعالی پیدا میکنه و وزیر داره میره خونه E6. سفید برتری دو فیل داره شاه سیا کمی ضعیفه فیل جی هفت خیلی فیل خوبی نیست ایلیروزا بهترین حرکت رو پیدا میکنه شاه به خونه F8 وزیر در هر صورت میره خونه E6 حالا توی این وضعیت ایدهایی وجود داره که سفید با وزیر بزنه تو رخ یعنی وزیر رو با دو تا رخ سیاه تعویض کنه که میتونه تعویض خوبی باشه تو بعضی از شاهگاه این تعویض وجود داره ایلیروزا حرکت خیلی خوبی رو بازی نمی‌کنه و میاد اسب F4 بازی میکنه اینجا چی کار میتونه سنجام بده؟ مثلا حرکت رخ دیشیش حرکت قابل بازیه و مشکلی وجود نداره. سفید میتونه رخ در اسب بزنه یه حرکت خیلی خوب که از این طرف داره به وزیر سیاه حمله میکنه پس رخ در وزیر قابل بازی نیست چون سفید وزیر رو میزنه و مهره جلوه و باید با رخ رخ رو بزنه حالا با فیل میزنیم تو پیاده با تهدیدات سنگین یا قربانی تفاوت خیلی خوب دادیم تازه ممکن روخرم بزنیم و اینجا تنها حرکت میتونه وزیر بیشش کیش باشه و تعویز وزیرا همه چی شروع میکنه به تعویز شدن سفید تفاوتش هم میتونه پس بگیر و بازی کاملا مساوی وزی بیشش کیش خیلی خوبه پس بعد از حرکت وزی ایشش ایش سیاه میتونه رخ دیشش بازی کنه حرکت خوبیه ولی ایرزا میاد اسب F4 بازی میکنه گوکش اینجا یه انتخاب خیلی مهم داره این حرکت گوکش پیدا نمیکنه و با وزیر میزنه تو رخ که بازم حرکت خوبیه و به نظر میاد سفید در ادامه شانس خوبی داشته باشه ولی رخ در رخ خیلی جالب بوده و میتونه واقعا حرکت قوی و برنده حتی باشه تنها حرکت اینه که سیاه وزیر رو بزنه سفید با پیاده پس میگیره و احتمالا شاخه که گوکش نپسندیده قطعا این شاخه رو در نظر داشته و حرکتی که اینجا نپسندیده رخ ای هشته که باید ببینه از اینجا میخواد چیکار کنه و سفید میتونه رخ ای یک بازی کنه بازم سفید خیلی جالب به نظر میاد دوستان تهدید بزرگ ای هفت کیش وجود داره که بعدش از شاه ای هشت کیش بدیم بعدش رخ دی هشت بازی کنیم بازی رو ببریم مثلا بعد از وزیر در سی سفید کاملا برنده است سفید میبریم بازی رو و تو این وضعیت هم فقط رخیهش وجود داره فقط رخیش. اگر هیچ کاری نکنه که سفید ای هفت کش میده و تموم سفید میبره بازی رو چون چنگال میشن مورا و اگرم بزنه این وضعیت خیلی برای سفید خوبه چه رخ دیک کنه تو حرکت ولی چه رخ یک ای ای بازی کنه با توجه به حرکت سیاه سفید خیلی بهتره دو فیل داره فیل سیاه فیل بدیه و این پیاده قرار سیاه و حسابی اذیت کنه پس این رخ در دی هفته واقعا حرکت جالبی بوده که وزیر رو قربانی بده ولی گوکش تا ترش رو نتونسته محاسبه کنه از ظاهر شاخه خوشش نیومده گفته بیخیال با وزیر میزنم توی رخ و رو در ازای دو ترخ رخ میدم که شاخه واقعا جذابی به نظر میرسه فرض کنید رخ ها توی عرض هفت دوبل بشن سیاه نابود میشه فرض کنید یه رخ عرض هفت باشه یه رخ عرض هشت سیاه مات میشه پس شاید سیاه خیلی خیلی ضعیف. بلند یه وزیر در f بزنی. رخ روخ دربی هفت، اسپ در B7 تاکتیک اسب در H میگه تبرک میگم یه پیاده زدی قطعا اسب تو نمیزنم که تو هم فیلا بزنی. شارو میذارم H حالا چی؟ از باید برگرده کار خاصی انجام نمیده و این فیلم واقعا مدافع خوبیه داره F2 رام کنترل میکنه از برمیگره خونه F4. بازم نوبت گوکش یه حرکت خیلی مهم داره که باید پیداش کنه اگر دنبال برتریه و اونم رخ رخ دی یک حرکت خیلی بدیه شاید از همه واضحتر این باشه ولی از دی سه بازی میشه و سیاه هم خوبه دیگه رخ یکی هم نداره و رخ ای یک خوبه که ایدش رخ ای هفته و اگر سیاه از بیشش بازی کنه برحال حرکت رو به عقبیه و سفید کمی بهتره رخ یک خیلی خوبه یه ایده دیگه چیه؟ رخ بی یک که یا ای 7 بزنیم با این یکی بریم بی 8 و یا بعد از رخ B1 با رخ کیش بدیم با اون یکی رخ دوباره بریم کیش بدیم و کیش ها ادامه پیدا میکنه و شاید سیا حسابی اذیت میشه و بازم سفید خوبه ولی گوکش با هیچ کدوم از روخاش بازی نمیکنه و میاد فیل G3 بازی میکنه حالا کامپیوتر داره حرکت شاه جی 8 رو به ایرزا پیشنهاد میده که واقعا حرکت تخیلیه ایدش میتونه این باشه که اچ 5 کنه میگه از فرصت استفاده کن شاه جی هش کن که شاید مشکلی براش پیش نیاد بتونه از اون سمت فرار کنه ایرزا شاه جی هش نمیکنه ولی حرکت بسیار منطقی رو بازی میکنه اولین حرکتیه که شاید به ذهن هر بازیکنی برسه وزیر جی 5 فیل رفته زیر زهر. حالا فیل اچ 2 انتخاب گوکش بوده فیل اچ دو بازی میکنه اگر از پومیزت چی میشد حالا رخ ای یک که خیلی کش میخوریم رخ از دست میدیم ولی رخ دی اک میتونیم بازی کنیم و اینجا سیا واقعا به زور به نظرم میتونه بازی رو مساوی کنه وزیر اچ کیش شاه جی 1 و F5، این خونه رو کنترل میکنه و حتی حرکت بعدی هم میتونه فیل F6 بازی کنه بازم شاهش از شبکه ماتی در میاد تقریبا فیل F6 هم باز کمک میکنه که شاه توی شبکه ماتی نباشه و بازی مساویه اینم هم دقت کنید که رخ از این, این, این... این... که رخ از این ارز جابجا بشه کیش میدیم دوباره برمیگردیم کیش میدیم دوباره برمیگردیم کیش میدیم پس رخ نمیتونه همینطوری بر خودش بره بالا و ایدای کیش دائمم وجود داره پس کوکش اگر میخواست اسب رو هم بزنه بازم شاید هیچ بردی براش وجود نداشت اینجا چی بازی میکنه فیلو میذاره H2 F5 انتخاب علیرضا بوده حالا کامپیوتر داریم که رخ C B1 -E با همون ایدایی که بهتون گفتم یا اینو بزنیم با اون بریم بالا کیش بدیم یا اصلا اینطوری دوتا کیش بدیم با رخ و سعی کنیم کیش ادامه دار باشه و یه مهره جلو بیفتیم مات کنیم از اینجور داستان گوگش حالا این حرکت رو خیکو بازی میکنه میخواد بره عرض هفت تابلوه حالا وزیر چار خیلی جالب رخ ای هفت با وزیر نمیتونه بزنه تو رخ چون میزنیم وزیر رو با شاه بزنه اسبو میزنیم اسبش اینجا بی دفاع بعد یه حرکت دیگه بازی کنه با فیل میزنه تو پیاده سیسه سه خیلی شجاعت میخواد چون شاهش حسابی ضعیفه حالا رخ در اچ هفت وزیر زیر ضربه فقط یک حرکت وجود داره باید بره کیش بده وزیر یکیش یک ببینم واقعا یک حرکت وجود داشت دقیقا وزیر یک کیش دلیلش هم اینه که سفید تهدیدات ماتی داره رخ هش مات بهش مات پله ای میگن فیلجی تحدید چیه رخ هش فقط یک حرکت برای ایرزا هر دو بازیکن تو تنگ وقتن و با این بازی حتی, حتی به حرکت چهل هم نمیرسه و ها دارن با هیجان بسیار بالا بازی میکنه و تنش بازی بالاست فیل ای 5 تنها حرکت این خونه رو کنترل میکنه حالا رخ در ای هفت داره خونه ای هشمات مات میکنه شاه جیشت کاملا به موقع شاه جیش واقعا ایرزا رو داره نجات میده و کوکش اینجا خیلی تحت فشاره میخواد مات پیدا کنه بهترین حرکت چیه نمیتونه دوستان منتظر بمونه اگر مثلا حرکت عادی انجام بده و سیا از پچ کنه بازی تقریبا تمومه چون وزیر اچار کیش میده سیا و مات میشه فیل رو و چون قطر فیلمون باز شده میزنیم تو اچ تو مات میشه پس از پچ پنج در خیلی بزرگیه و اینجا میاد روخی هفت بازی میکنه که حرکت قابل قبولیه و مساوی رو نگه میداره وزیر کیش فیلم میره خونه اچ دو ایرزای کیش دیگه میده و بازی مساوی میشه در واقع به مساوی توافق میکنن چون ایرزا میتونه همش کیش دائم بده از اون طرف سفید فرصت نمیکنه سیاهو مات کنه یه بازی واقعا هیجان انگیز بازی به حرکت 40 نمیرسه حرکت 38 بازی به پایان میرسه و مساوی میشه گوکش چند جا میتونست برتری پیدا کنه و حتی وضعیتش رو برنده کنه تقریبا ولی خب بازی به شدت پیچیده است و علی رزام به خوبی حرکت پیدا میکنه و میتونه مساوی رو نگه داره امیدوارم که از همشه این بازی خیلی لذت برده باشین و لایک و سابسکرایب یادتون نره تا دو دور بعدی و ویدیو بعدی خدا نگهدار